بنده روزبه اهل مقدم هستم. افتخار این رو دارم که در مجموعه آموزشی رهپویان دانه زبان سال 11 رو به صورت مفهومی به شما آموزش بدم. حتما شما در زبان سال 10 آشنایی پیدا کردین با بخش های کتاب سیاست تألیف کتاب 11 و در همان سمت و سوره، یعنی تمامی بخش های کتاب 10 رو داره. یه سری بخش های جدید اضافه شده، از جمله مهارت های ریدین که بسیار بسیار مهمه و من در تمامی جلسات مربوط به هر درس یه بخش رو به مهارت های ریدینگ اختصاص دادم و یکی دو تا بخش جدید دیگه در واقع لابلای تدریس خدمتتون عرض میکنم. مهمترین نکته در کتاب های ویژن، علل خصوص کتاب ویژن 2، بخش لغات هست که بسیار بسیار بهش اهمیت داده شده، که البته بنده به شخص بسیار با این موضوع موافق هستم، به خاطر اینکه شاید بشه گفتش که مهمترین در واقع بخش یادگیری یک زبان دانش لغات اونه، که البته یاد بگیری و البته خوب هم استفاده بکنی. کتاب های ویژن به این سیاست خیلی اهمیت داده. بخش دوم بخش ریدینگه که خدمتون عرض کردم. سایر بخش ها به همون در واقع روال سابقه. خواهش بنده اینه که از همین شروع کار وقتی که شما در واقع با بنده درس رو مطالعه میکنید، هر موقع که ایراد دارین پاس بکنید، از خودتون سوال بکنید، دائما در این کشمکش باشین که سوال بپرسید و جواب سوالاتون رو پیدا بکنید، چون زبان همونجور که از سیاست گذاری دفتر تألیف هم مشخصه باید روی محور CLT یاد گرفته بشه. CLT چی بود؟ یعنی آموزش کامیونیکیتیو، یعنی ارتباط. بنابراین خواهش من اینه که حتما با دوستتون، با معلمتون دائما در ارتباط باشین، سوال بکنین و تمامی جلسات آموزشی رو بلافاصله بعدش مرور بکنین، تمرینات رو نذارید وقت بیفته. بخش آموزش لغات رو تاکید میکنم حتما هر روز و یک روز در میون 1 روز 20 دقیقه، نیم ساعت رو فقط به مرور و مطالعه لغات بپردازین. البته یادگیری لغت باید در قالب جمله، در قالب سینونیم آنتونیم و در قالب متن باشه. مطلقاً روش غیر استاندارد آموزش لغت که اینجوریه که شما یه لغت رو میذاری جلو، معنی فارسیش رو میذاری و پیش نگیرید، به خاطر اینکه روش غلطی. شما باید لغت رو در جمله یاد بگیرید و در ذهنتون بمونه. در خیلی از بخش‌های کتاب من از شما خواهش کردم که با من حدس بزنید، پاز بکنید، خودتون فکر کنید راجع به معنای جمله، راجع به ترجمه‌اش، راجع به ساختارهایی که در بافت‌های مختلف کتاب بهش اشاره شده. ببینید بچه‌ها، زبان واقعاً درس آسونی، من به جرئت میتونم بگم آسان‌ترین درس عمومی شماست، اگر شما تمرین مستمر داشته باشین و فاکتور علاقه، انگیزه و پیگیری رو توامن با هم پیاده بکنید. یعنی حتما مواقعی که علاقه دارید، همونقدر که روحیه‌اش رو دارید، زبان رو دنبال بکنید. وقتی خسته اید اصلا سراغ زبان نرید. بسیار خوب. با این مقدمه که خدمتتون عرض کردم، من خواهشم از شما اینه که منو دنبال بکنید و بخش اولمون بخش وکابولریه که مهمترین بخش کتابای ویژنه. با من همراه باشین. خب بخش اول، بخش vocabulary، understanding people یعنی درک مردم. کلمه understanding یک اسمه، از مشتق، یعنی مشتق کلمه فعل understand. یکی از مهمترین نکات اینه که شما وقتی به کلمه میرسی مشتقات word family هاش رو حدس بزنی. understanding یعنی فهم، دانش، درک و از فعل understand میاد. فهم مردم، interesting facts، حقایق جالب، interesting صفت، facts اسمه. There are about 7,000 languages in the world. میگه در دنیا حدوداً 7,000 زبان وجود داره. خیلی عدد بزرگیه نه؟ Most languages of the world have no written form. میگه بیشتر زبان‌ها شکل نوشتاری ندارن. Written یک صفته، از فعل write میاد، یعنی نوشتاری. اون طرف قضیه چیه؟ فرم یعنی حالت. بچه ها اسپوکن یعنی چی؟ ریتن یعنی نوشتاری، اسپوکن یعنی گفتاری، محاوره‌ای. بسیار عالی. The Holy Quran is available in more than 100 languages. میگه قرآن مقدس، holy یعنی مقدس، قرآن کریم is available، موجوده، در دسترس، صفت بسیار مهمی، in more than 100 language، در بیش از 100 زبان، که بسیار هم خوبه. بچه یه سوال از شما برسم، فکر بکنید، پاس کنید تا جوابشو پیدا بکنید. حتما میدونید چرا قرآن با حرف بزرگ نوشته شده؟ به این اسم چه اسمی میگن؟ اسامی proper nouns و common nouns رو یادتونه؟ این جزء کدومه که از اسامیه؟ خودتون فکر بکنید. One language dies about every 14 days. میگه یک زبان میمیرد در حدود 14 روز.
در هر 14 روز. داه از اینجا یعنی مردن، یعنی منسوخ شدن، عمدتا برای انسان، ولی این کاربردش هم بسیار مهمه. در هر 14 روز deaf people use sign language to communicate. میگه افراد ناشنوا استفاده میکنن از sign language، زبان اشاره. sign یعنی نماد، اشاره. to communicate، مهمترین شاید بشه گفت فعل در سه یک، communicate، ارتباط برقرار کردن. communication اسمش یعنی ارتباط. بریم سلاید بعدی. چهار تا عکس در صفحه دوم، هر عکس مفهوم خاصی داره. اینا زبان ها رو داره معرفی میکنه، languages. بخش بعدی داره میگه که چجوری برای افراد ناشنوا با استفاده از دست نمادها و حروفی رو تعریف کنیم که بتونیم باشون ارتباط برقرار کنیم. بینا چی میگیم؟ میگیم sign language، زبان اشاره. بعدی body language، زبان بدن، یعنی با بدن شما بتونید مفهومی رو منتقل بکنید. خیلی زبان مهمیه. این نمادها و این در واقع عکس ها برای علامت های تو جادن، علامت هایی که به ما از یه سری از خطرها هشدار میدن. به اینا چی میگن؟ میگن sign images. نیازی نیست تک تک اینا رو بدین، چون کتاب بهشون خیلی اشاره ای نکرد. در بخش get ready، یعنی آماده باش، get ready، آماده باش. get فعل و ready در واقع صفته. اومده به ما گفته که این نقشه دنیاست، یه تمرین داده، گفته 6 تا در واقع کشور رو انتخاب بکنید، زبوناشو پیدا بکنید. من برای شما این کارو انجام دادم برای بعضی از شهرها، بعضی از کشورها. کشور اول روسیا، زبانش روشین، روشین روسیا، زبانش روشن، یعنی زبان روسی. منگولیا، مغول، زبانشون منگولیان، مغولی. چاینا، چاینیز. ایندیا، هندی، زبان هندی. پاکستان، اردو، اردو، زبان اردو. افغانستان، پشتو اند داری، داری همون زبان دری خودمونه که یک نوع میدونی زبان فارسیه. کزاخستان، که زبانش چه هست؟ کزاخ. ترکی، که زبانش هست ترکیش. ایران، کشور عزیزمون، پرژن، زبان پرژن یعنی زبان فارسی. و سعودی عربیا، سعودی عربی، عربستان سعودی، که زبانش هست عربیک. بسیار عالی. Get ready to look at the map، به نقشه نگاه کن. Choose six countries، شش تا کشور انتخاب کن. And write their language، زبانشون رو بنویس، که من این کار براتون انجام دادم. Are you familiar with any of the above language؟ آیا با این زبان آشنا هستی؟ Familiar یعنی چی؟ یعنی آشنا بودن، صفت بسیار مهمیه. حرف اضافه بعدش یه with، یعنی آشنا بودن با. آقا مهمه که حروف اضافه رو یاد بگیریم، 100%. حروف اضافه افعال، حروف اضافه صفات، یکی از راه‌های مهم و البته دم دست تسنی. یعنی شما اگر حرف اضافه‌شو بدونی، معنی گزینه رو حالا به دلایل یادت بره، اون حرف اضافه خیلی میتونه کمکت کنه. در واقع familiar with یعنی آشنا بودن، و with با familiar به کار میره. بیرون افت above، above یعنی چی؟ بالا. پایین چی میشه؟ میشه below. من براتون می نویسم below یعنی پایین. languages if yes، میگه اگه آره circle them، دورشون خط بکش. خیلی خوب. تمرین قسمت بعدی چی میگه؟ تمرین بعدی میگه match the sign، میگه علامت ها رو match کن با معانیشون، with their meanings. meanings معانی. mean یعنی چی؟ معنا دادن. there is one extra sentence، یک جمله اضافی. extra اضافی. شکل رو نگاه بکن قبل از اینکه من حل کنم، خودت حدس بزن هر شکل چیه داره به ما میگه. عکس موبایل رو داره، پارکینگ رو داره، شنا کردن، قاشق چنگال، و اون عکس هم که احتمالاً یعنی در واقع رفت آمد به یه جایی در واقع ممنوع. مثال ها رو نگاه کنیم. there is a parking lot around، there is a parking lot around. ممکنه اول بگی آقا lot نمیدونم منش، اصلا مهم نیست، پارکینگ رو میدونی. تو این شکل به کدوم داره اشاره میکنه؟ بله، در واقع شماره عکس دو میشه A. parking lots یعنی محوطه پارکینگ. پارکینگ. turn off your mobile phone، turn off your mobile phone، موبایل تو خاموش کن. turn off فعل دو قسمتیه که درس دو انشالله بهش میرسیم. افعال دو قسمتی، phrasal verb، بسیار بسیار مهمن. turn off موبایل تو خاموش کن. اپوزیتش چیه بچه ها؟ turn on، روشن کن. خب turn up چیه؟ turn up بلند کردن صدا. turn down کم کردن صدا. اینا را یاد بگیر. میگه چی؟ میگه موبایل تو خاموش کن. به کدوم اشاره میکنه؟ بله، please be quiet، لطفا ساکت باش. یادتونه گفت there is one extra sentence، اضافی. شما تو این عکس راجع به سکوت چیزی میبینید؟ نه. پس این جمله اضافه. quiet یعنی ساکت باش لطفا. keep off the grass، keep off the grass، grass یعنی علفزار. keep off یعنی دور بودن، دور شدن، نزدیک نشدن، وارد نشدن. کدوم عکس؟
مکس 5 داره اینو میگه، میگه چمنا وارد نشین. You are near a restaurant، شما نزدیک رستوران هستین. قاشق چنگال داره به ما اینو نشون میده. Do not swim here، اینجا شنا نکن، اینجا شنا ممنوعه. اینم از این. بریم بعدی. تمرین 6 چی میگه؟ Number the following activities. Following یعنی بعدی، زیرین فعالیت ها را، from 1 to 6 میگه از 1 تا 6، according to how frequently you did them، میگه بر اساس، بر طبق، how frequently میگه چند وقت به چند وقت، چجوری، کی you do them، کدومشون به ترتیب اولویت. When you learn a foreign language، وقتی شما یک زبان در واقع خارجی رو یاد میگی، according to یعنی بر اساس، بر طبق، frequently یعنی اغلب، یه قید بسیار مهمی از صفت frequent میاد، frequent یعنی خودش اغلب، how frequent یعنی در واقع مکررن، کیا استفاده میکنید. learn a foreign language. خب لطفا این در واقع من اینا رو براتون معنی میکنم، خودتون میتونید در واقع رتبه بندی کنید اینا رو که کدوم اول انجام میدین، کدوم آخر، کدوم رایج تره براتون. reading a story books یعنی خواندن کتاب داستان، watching movie دیدن تلویزیون، کاری که همتون تقریبا انجام میدین برای یادگیری زبان، البته کار بسیار مفیدی هم هست. listening to the news کاری که انجام نمیدین، یعنی گوش دادن به در واقع اخبار، اخبار انگلیسی کار بسیار مهمه. surfing the net همتون انجام میدین، یعنی گشت و گذار در اینترنت، surfing یعنی گشت و گذار. talking to foreigners یعنی صحبت با بیگانه ها، خیلی کاری که خیلی خوب، با افراد خارجی کاری که خیلی خوبه، اگر دارین حتما دوست خارجی باشین کارو انجام بدین. writing letters or emails نامه نوشتن یا در واقع ایمیل نوشتن که در واقع نمیشه مون از 1 تا 6 خودتون بر اساس فعالیتی که انجام میدین با دوستتون بحث کنین. دوستتون حتما میگه آقا مثلا من سرفینگ نت اول ازش میگم، ازش بپرسین why do you do that first، چرا اون اول انجام میدی. این در واقع این مباحثه ها، این کامیونیکیشن ها بسیار در تقویت زبانتون کمکتون میکنه. بخش بعدی new words and expression، اصطلاحات و در واقع کلمات جدید. expression یعنی اصطلاح، look ببین، read بخوان، and practice و تمرین بکن. مازندران is one of the best farming regions of Iran، میگه مازندران یکی از بهترین در واقع مناطق، ناحیه های کشاورزی ایران. farming region، region یعنی ناحیه. عکس بعدی Asia is the largest continent of the world، میگه آسیا بزرگترین قاره دنیاست. continent یعنی قاره، Asia قاره آسیا، largest بزرگترین. عکس بعدی Does water really exist on Mars؟ آیا واقعا آب وجود دارد روی سیر مریخ؟ مارس، نه مارسا، یادتون نره تلفظ صحیح کلمه بسیار بسیار مهمه. شما که خیلی خیلی لغت بدونین، ساختارها و در واقع دستورهای زیادی از زبان بدونین، ولی اگه تا نتونین خوب تلفظ کنید و خوب منظورتون رو بیان کنید، اون زبان خیلی به دردتون نمیخوره. خب شما به من بگین exist یعنی وجود داشتن، existence، existence اسمشه. دوباره میگم وقتی یک کلمه رو یاد میگیری خودت تحلیل کن ببین word family ها مشتقاتش تو ذهنتون هست یا نه. Spanish is Diego's native language، میگه اسپانیایی هست زبان بومی محلی دیگو، بومی محلی. Dictionary prices میگه قیمت های دیکشنری، range from $5 to $15 داره. چی میگه؟ میگه قیمت های دیکشنری فرق میکند از این رنج، از $5 تا $15، یعنی رنج یعنی طبقه بندی میشه، متفاوته از این، از اینجا تا اونجا. مثلا price یعنی قیمت. rice is the most popular food in Iran. چی میگه؟ میگه برنج محبوب ترین غذای ایرانی هاست، در ایران محبوب ترین غذاست. today امروزه less than 40% کمتر از 40% مردم live in villages در روستاها زندگی میکنن. میگه امروزه less than 40% of people live in villages، امروزه کمتر از 40% در روستاها زندگی میکنن. percent یعنی درصد، less than یعنی کمتر، less یعنی کمتر، از اون طرف بیشتر چی بود؟ more، صفت تفصیلی، زبان سال دهم یادت نره. imagine you are traveling in space، تصور کن که داری در فضا، در فضا سفر میکنی. imagine تصور کردن، space یعنی فضا. scientists say، میگه دانشمندان میگن by 2050 wind power can meet the needs of the world، میگه دانشمندان میگن تا سال 2050 نیروی باد، قدرت باد، power یعنی برق، قدرت، نیرو، میتونه meet the needs of، بسیار بسیار مهمه، meet the needs of the world. meet معنی اولش یعنی ملاقات کردن، need هم یعنی نیاز، meet the needs یعنی یعنی تامین نیاز. میگه نیازهای دنیا رو میتونه wind power، قدرت باد میتونه تامین کنه.
بسیار عالی. We are living in the 21st century. میگه ما در قرن 21 زندگی میکنیم. 21 living زندگی میکنیم. Century یعنی قرن. Our teacher tried to explain the new word by means of sign language. میگه معلم ما تلاش کرد که توضیح بده لغت جدید رو by means of sign language. به وسیله means یعنی چی؟ means یعنی وسیله، راه، روش. By means of یعنی به وسیله زبان اشاره. Explain یعنی چی؟ یعنی توضیح دادن. اسمشو شما بگین. خیلی ها گفتن explanation. این اسمشه explanation. بچه راستی explanation این T-I-O-N-ش چیه؟ بعدم بهش میرسیم. تو ذهنتون باشه. Read and practice. Society. مهمترین نکته در کتاب زبان دهم که من جا داره که واقعا تشکر کنم از دفتر محترم تالیف اینه که کلمات رو در قالب دیفینیشن، مثال‌ها و معانی انگلیسی به ما آموزش میدن. دقیقاً استانداردترین روش آموزش لغاته.